فرمان الیپس از این فرمان برای رسم بیزی استفاده میکنیم برای استفاده از این فرمان وارد محیط اسکش میشم برای ورود به محیط اسکش در قسمت دیزاین منیجر و سربرگ دیزاین تریم یکی از صفحه اصلی فرانت پلن، تاپ پلن و رایت پلن رو انتخاب میکنم بر روی فرانت پلن کلیک میکنم در طول باکسی که به من نمایش داده میشه بر روی اسکش کلیک میکنم. برای دستیابی به این فرمان چند روش وجود داره. روش اول در نوار کامند منیجر و قسمت اسکیچ بر روی مثلث مشکی رنگ الیپس کلیک میکنم و از لیستی که به من نمایش داده میشه الیپس رو انتخاب میکنم. روش دوم در ناحیه گرافیکی کلیک راست می کنم. اسکیچ انتیتیز رو انتخاب می کنم با قرار دادن نشانگر موس بر روی اسکیچ انتیتیز. از لیستی که به من نمایش داده میشه در قسمت الیپس بر روی الیپس کلیک می کنم. در ناحیه گرافیکی کلیک می کنم تا این لیست بسته بشه. روش سوم کلید S از صفحه کلید رو می فشارم. شورتکات تولبار اسکش به من نمایش داده میشه که در این شورتکات تولبار الیپس قرار نگرفته برای فراخانی الیپس به این شورتکات بار بر روی یکی از آیکون ها کلیک راست میکنم بر روی کاستومایز کلیک میکنم کادر محاوری کاستومایز نمایش داده میشه و سربرگ شورتکات تولبارز فعال و سربرگ شورتکات تولبارز فعاله در قسمت تولبار بر روی لیست باز رو کلیک میکنم اسکیچ رو انتخاب میکنم در قسمت باتنز تمام فرمان های موجود در اسکیچ نمایش داده میشه بر روی الیپس کلیک میکنم و درگ میکنم به قسمت اسکیچ شورت کات تول بارز. الیپس به این قسمت اضافه میشه بر روی اوکی کلیک میکنم کلید اس از کلید رو میفشارم دوباره برای باز شدن شورتکات تول بارز اسکیچ کلید اس از کلید رو میفشارم شورتکات تول بارز نمایش داده میشه در این قسمت فرمان های موجود در اسکیچ نمایش داده میشه و بر روی الیپس کلیک میکنم روش چهارم در نوار منو بر روی منوی تولز کلیک میکنم نشانگر موس رو بر روی اسکچ انتیتیس قرار میدم از زیر منویی که به من نمایش داده میشه الیپس رو انتخاب میکنم با فعال شدن این فرمان نشانگر موس تغییر وضعیت میده و علامت الیپس در کنار نشانگر موس ظاهر میشه نکته ای که در مورد این فرمان وجود داره اینه که با فعال شدن فرمان برخلاف فرمان های آموزش های قبلی کادر مخصوص این فرمان در سربرگ پراپرتی منیجر فعال نمیشه و برای باز شدن این کادر اول باید بیزی رسم کنیم. برای رسم بیزی از چند نقطه استفاده میکنه نقطه اول مرکز الیپس نقطه دوم شوهای بزرگ الیپس و نقطه سوم شوهای کوچک الیپس دوباره در نایه گرافیکی کلیک میکنم نقطه اول نقطه مرکزی شکل میگیره برای تعیین نقطه دوم دایره به صورت نقطه چین شکل میگیره و نقطه دوم بر روی محیط این دایره قرار داره در کنار نشانگر موس دو عدد آره بزرگ و آره کوچی قرار گرفته آره بزرگ برای تعیین شعاع بزرگ بیزی یعنی فاصله نقطه اول تا نقطه دوم و آر کوچک برای تعیین شعاع کوچک بیزی یعنی فاصله نقطه اول تا نقطه سوم پس از تعیین نقطه اول کادر الیپس در سربرگ پراپرتی منیجر ظاهر میشه و دستورهای مربوط به این فرمان در این کادر نمایش داده میشه ولی در حال حاضر در ناحیه پارامترز این کادرها غیر فعالن چون هنوز الیپس مورد نظر رسم نشده در ناحیه گرافیکی کلیک میکنم تا نقطه دوم دو شکل بگیرم پس از تعیین نقطه دوم دو از بین دو اعداد آر بزرگ و آر کوچیک آر بزرگ هیچ تغییری نمیکنهم یعنی شوهای بزرگ الیپس تعیین شده برای رسم نهایی بیزی دوباره کلیک میکنم تا نقطه سوم یعنی شوهای کوچک الیپس تعیین بشه پس از رسم الیپس دستورهای مربوط به این فرمان در کادر الیپس و سربرگ property منیجر نمایش داده میشه. کادر الیپس سربرگ پراپرتی منیجر. در ناحیه existing ریلیشنز قیدهایی که مربوط به الیپس و بر روی الیپس اعمال شده نمایش داده میشه. آندر دیفاین نشون دهنده اینه که الیپس مورد نظر مقید نشده. در ناحیه اد ریلیشنز بر روی این فلش کلیک میکنم. هیچ قید پیشنهادی از طرف نرم افزار در این قسمت قرار نگرفته. در ناحیه آپشنز اگر بر روی فور کانستراکشن کلیک کنم، الیپس اصلی به الیپس کمکی تبدیل میشه. دوباره بر روی فور کانستراکشن کلیک میکنم. در ناحیه پارامترز چهار کاد قرار گرفته. کادر اول و دوم، X و Y مختصات نقطه مرکزی الیپس رو تعیین میکنم. کادر سوم ردیس وان شعاع بزرگ الیپس و کادر چهارم ردیس تو شعاع کوچک الیپس رو تعیین میکنه برای تغییر این اعداد بر روی اسپینر هایی که در کنار این کادرها قرار گرفته کلیک میکنم الیپس جابجا میشه در جهت x جابجایی در جهت y بزرگ شدن شعاع بزرگ الیپس بزرگ شدن شوهای کوچک الیپس برای بسته شدن این فرمان چند روش وجود داره روش اول بر روی کلوز دیالوگ در کادر الیپس و سربرگ پراپرتی منیجر کلیک کنم روش دوم در نوار کامند منیجر و در ناحیه اسکچ بر روی آیکون الیپس کلیک کنم روش سوم در نوار ابزار دسترسی سری بر روی سلکت کلیک می کنم روش چهارم در نایه گرافیک کلیک راست کنم و سلیک رو انتخاب کنم. روش پنجم کلید اسکیپ از صفحه کلید رو بفشارم. در نهایت در این آموزش یاد گرفتیم برای رسم بیزی از فرمان الیپس استفاده می کنیم و برای استفاده از این فرمان به چند نقطه نیاز داریم. نقطه اول مرکز الیپس، نقطه دوم شعای بزرگ الیپس و نقطه سوم شوهای کوچک الیپس.